قنات قصبه گناباد، پدیده شگفت انگیز دستساختی بشر که این روزها با خبر ثبت جهانی شدنش به عنوان اولین اثر جهانی خراسان رضوی دوباره در کانون توجه قرار گرفته. وقتی یک اثری ثبت جهانی میشه، یعنی جهان اقرار میکنه که این اثر ارزشش فراتر از یک ملته، متعلق به جهانه. مهندسی و حفر این قنات در دوره هخامنشی به عنوان عمیق ترین قنات دنیا اونقدر عجیب و شگفته که موجب حیرت و تحسین پژوهشگران و کارشناسان شده. واقعا حیرت آور. اینو نمیشه مثلا همینطوری گفت. باید رفت دید که چه کارایی کردن. 2500 سال قبل 33 کیلومتر کانال حفر گجیده که 470 حلقه چاه حفر و عمیق‌ترین آن به نام مادرچاه بیش از 300 متر عمق دارد. اصلا شما به همین یه نکته فکر کنید که وقتی مجموع حفاری‌های عمودی و افقی این سازه هخامنشی 100 کیلومتر و مجموع خاکبرداری این پروژه حجمی بالغ بر 70 میلیون متر مکعب، اونم با دست خالی. 70 میلیون متر مکعب، یعنی چیزی هولوش 1 میلیون کامیون خاک با دست خالی حفر شده. آیا چیزی به غیر از این به ذهنتون میرسه که با عشق و علاقه و از خودگذشتگی این سازه حفر شده باشه؟ ما میتونیم قنات قصبه گناباد رو مهندسی سازترین قنات ایران و جهان نام ببریم. یعنی اون چیزی رو که مربوط به فرایند محاسبه و مهندسی قنات هست، ما اوجش رو میتونیم در قنات قصبه گناباد ببینیم. پژوهشگران با توجه به شگفتی‌های فوق‌العاده این قنات معتقدند مغنیانی که این قنات را حفر کردند از علومی همچون زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی، اقلیم‌شناسی و جهت‌یابی بهره‌مند بودند. جهانی شدن این میراث گرانبها فرصت مناسبیه برای معرفی هنر، تمدن و دانش ایرانی به دنیا. سید علی صدئی، خبرگزاری صدا و سیما، گناباد.